با درود. این جلسه راجع به دانگ‌های پایه موسیقی ایرانی صحبت می‌کنم. تمامی مقامات موسیقی ما و نه تنها موسیقی ایران بلکه تمام موسیقی خاورمیانه که خویشاوند هستند به موسیقی ایرانی از ترکیب تنها سه تا دانگ درست میشه. دانگ یا همون تتراکورد. تتراکی میدونی یعنی چهار، کورد یعنی اونچه که ما به عنوان پرده استفاده میکنیم، یعنی روده. کورد یعنی روده به زبان یونانی، به خاطر اینکه به چنگ هاشون، به سازهای چنگ روده میبستن به جای سیم. تتراکورد اون چهار فاصله ای بوده که پشت سر هم میبستن. ما سه تا دانگ پایه داریم و این سه تا دانگ رو سه نوع یا سه جنس، در قدیم به اینا میگفتن اجناس، تعیین میکنه. سه نوع پیرنگ، سه نوع رنگ مایه. اولیش هست پرده، سه چهارم پرده، سه چهارم پرده. اگه بخوام روی ساز نشون بدم، با نوت دو شروع کنم، دو، ره، یه پرده، میکرم سه چهارم، فا سه چهارم. خب اگه بخوام برای این نامی انتخاب کنم، میتونیم بذاریم دانگ الف، ولی برای من، برای اینکه خودم یک معیاری در دست داشته باشم، وقتی مراجعه میکردم به کتابای قدیمی ما در موسیقی قدیم ایران، اون چی که امروز راست پنجگاه یا راست و پنجگاه مینامیم، اون سردستگاه، سابقا در عراق عجم، یعنی مناطق مرکزی ایران و بغداد، عراق عرب، به این صورت اجرا میکردم. از نوت سول اجرا میکنم به اصطلاح هیته مقام رو، سول، لا اصلی، سی کرون، دو، ره، می کرون، فا، سول. ابن سینا و فارابی تو کتابشون این فواصل دقیق ثبت کردن و جورج فارمر اینا رو در واقع بازسازی کرده و خود فارمر هم یه دیابازون ساخته بود که این اثبات رو تولید میکرد و وقتی من مقایسه میکردم میدیدم تقریبا همونیست که ما امروز در ناحیه جنوب و غرب ایران استفاده میکنیم و اونا به نام مقام راست شناسایی میشه، ولی در موسیقی دستگاهی ما دیگه نیست، این نام نیست، ولی این فواصل هستن. مثلا الان رهاب رو اجرا میکنم در افشاری، مثلا این فواصله. در موسیقی امروز ما، مثلا کوبیدی پور در جنگ ایران و عراق یک سرودی رو خوند که خیلی جا افتاد و مشهور شد. اون در مقام راست بود، همین راست کهن که در موسیقی قدیم ایران وجود داشته. موسیقی محلی اطراف خلیج فارس، چه در بخش ایران یا بخش‌های دیگه، ما یه همچین ملودی‌هایی داریم که معرف حضور است. اینم در راسته. در تهران حتی آهنگسازه از این مقام استفاده کردن، مثل
بگم این مقام هنوز هم در ذهن ما ایرانی‌ها جا داره، ولی در موسیقی دستگاهی تحت عنوان مقام راست دیگه شناسایی نمیشه. امروز که میدونین راست رو به این صورت اجرا میکنن. این فاصله سوم که کرنبود شده اصلی. چرا؟ برای اینکه ما در نواحی شمال فلات ایران، یعنی امروز آذربایجان، مکتب تبریز، این فواصل رو داشتیم تحت عنوان راست. اونجا فاصله سوم اصلی اجرا میکردن. یه تداخلی انجام شد بین مکاتب شمالی و مرکزی ایران، بنابراین مقام راست گم شد. این نام، البته فواصل هنوز هست، نامش گم شد. توی موسیقی ایرانی این اتفاق بارها به شدت افتاده، خاطر وقایع سنگینی که تو کشور اتفاق افتاد و انقطاعی که مرتب از تاریخی به وجود اومد. اسامی گم شد، دوباره بازسازی شد، گاه غلط گاه خیلی عامیانه. بنابراین چیز خیلی مهم اینه که ما بدونیم اون فواصل باقی مونده، اون مقام هایی که در هزار سال پیش هم وجود داشت هنوز هست. چرا؟ برای اینکه این پرده بندی که عبدالقادر مرغی پیشنهاد کرد، این باعث میشه ما به اون فواصل خواسته یا نخواسته دست پیدا کنیم. بنابراین اگر اسامیش تغییر کرده، ولی فواصل هنوز هست و اجرا میشه. خب، بنابراین دانگ اول هست، پرده، سه چهارم پرده، سه چهارم پرده، دانگ راست، راست کهن. دانگ دوم پرداش هست، پرده کامل چهار چهارم، نیم پرده یک دوم و دوباره پرده چهار چهارم. من از نوت سول وسط دسته تار ادامه میدم. برای چی؟ میتونم از نوت دو مثال رو انجام بدم، منتها چون از اولم گفتم که میخوام این دانگ ها رو با هم تلفیق کنم و از این تلفیق مقامات موجود در موسیقی ایرانی رو به دست بیارم، بنابراین ادامه میدم از سول. پرده میشه لا، نیم پرده سی بمول، پرده دو. خب الان ما یه بستر صوتی داریم به این صورت: دو ره می کرم فا، سول لا، سی بمول دو. گفتم سه دانگ پایه داریم. دانگ سوم هم معرفی میکنم، بعد شروع میکنم تلفیق کردن. دانگ سوم فواصلش عبارت است از سه چهارم پرده، پنج چهارم پرده، نیم پرده. یعنی از سول اگه بازم مثال بزنم، سول تا لا کرون سه چهارم، تا سی اصلی پنج چهارم، پنج چهارم یعنی چهار چهارم به اضافه یه پرده، یه نیم پرده، و سرانجام سی تا دو نیم پرده. خب بستر صوتی دوم، این نکته رو هم باید بگم که راست از قدیم الایام، وقتی من پیش اساتید کهنسال میرفتم، چه در ایران چه در آذربایجان باکو، به من میگفتن مادر دستگاه ها مقام راست است. کسی نتونسته بود در نزدیک اینو به من نشون بده، ولی از قدیم الایام نشانه های زیادی در دست هست که میگفتن راست، مقام راست مادر دستگاه است. شما ببینید ما دو تا بستر صوتی داریم، آغاز کننده هر دو بستر مقام راسته. یه دفعه با مقام نوا تلفیق میشه و یه دفعه با مقام بعدی سومی که من اسمشو میذارم دانگ همایون، برای اینکه همایون تو این دانگ ساخته میشه. به جنس صوت صحبت کرده بودم یا رنگ مایه صوتی، باید ببینیم که فرق این اجناس یا این رنگ مایه ها چیه. ببینید توی دانگ اول که راست کهن باشه، ما این فاصله سه چهارم اهمیت داره، پرده سه چهارم، پرده سه چهارم، بنابراین حالت رو پرده موسیقی شرقی
که اون احساس عرفانی و صوفیانه رو میده به ملودی، تو این دانگ وجود داره. دانگ دوم مشخصش چیه؟ چیه که دانگ اول نداره؟ پرده، نیم پرده، پرده، نیم پرده. نیم پرده باعث میشه که دانگ دوم ما نوا، من مثل که نگفتم چرا اسم اینو نوا گذاشتم، از اونجایی که نوا تو این دانگ شکل میگیره من اسم اینو نوا گذاشتم، به این صورت که ببینیم این نیم پرده باعث میشه که این دانگ یه حالت عاشقانه رمانتیک پیدا کنه. بعدا خواهیم دید که مقام اصفهان چقدر از این دانگ به طور مؤثر استفاده میکنه. بنابراین تو دانگ اول رو پرده ها مهمن، تو دانگ دوم نیم پرده، و نهایتا دانگ سوم همایون چیزی داره که دیگران ندارن، سه چهارم، پنج چهارم و نیم پرده. خب پنج چهارم پرده رو دیگران ندارن. این رنگمایه دانگ همایونه که بهش یک کاراکتر اسرارآمیز میده. و شما اگه دقت کنید فیلم های تاریخی هالیوود و اینا که بعضا مثلا السی، نمیدونم، لورنس عربستان، بنهور، این فیلم های تاریخی یا هزار یک شبی بیشتر از همین دانگ استفاده میشه، حالت اسرارآمیز و رمز گونه ای داره، رمز و راز گونه. حالا دو تا بستر صوتی پس داریم، راست نوا، راست همایون. مقامایی که مقامای اصلی، البته چون ما 12 مقام اصلی داریم تو موسیقی ایرانی، که از این 12 مقام اصلی مقامات فرعی منشعب میشن و این انشاء باعث میشه که 12 تا دستگاه به وجود بیاد که 7 تا شما اصلی و خیلی مهم میدونیم و 5 تاشو فرعی‌تر و آواز نامگذاری کردیم که بقیده من همه اینا دستگاه هم. اونا هم که سابقا کوچک یا فرعی حساب میشد، امروز به خاطر آهنگسازی هایی که تو این مقام دستگاه ها شده اهمیتشون بیشتر شده تا از دستگاه سابق، از 7 اصلی ها. مثلا دشتی ببینید چه حجمی پیدا کرده، یا اصفهان که اینا آواز حساب میشن. بنابراین مثلا شما فکر کنید که در اصفهان یا دشتی مقدار حجمی که تولید شده شاید صدها برابر نوا و راست پنجگاه این هست. بنابراین اینها تفاوتی امروز علاوه اهمیت نداره. بنابراین 12 مقام اصلی داریم که این مقام 12 تا مقام سر دستگاه واقع میشن و 12 تا سیستم از اینها منشعب میشه که 7 تاش طبق موسیقی سنتی ما اصلی تر بودن، 5 تاش فرعی تر. و اون فرعی هایی که الان گفتم از این 12 تا منشعب میشن تعدادشون بیش از 40 تاست و اگه در سراسر ایران اگه بگردیم و مقامات موجود رو بخوام جمع کنیم که واقعا بایستی ماشین حساب لازم داریم، چون من فقط دارم مکتب اصفهان و تهران رو راجع بهش صحبت میکنم، مکتب تبریز اونم سر یه فرصت دیگه، یا در موسیقی عربی همینطور مقاماتی که استفاده میشه بی نهایت متنوع است. البته ساختار همینیست که دارم میگم، همشون از همین سدانگ، ترکیب این سدانگ منشعب میشه. بستر صوتی نخست، راست، نوا. روی یکگاه یعنی صدای اول مقام راست درست میشه، راست کهن. Thank you.
شما ممکنه بپرسید خب فواصل راست امروز کجاست؟ بهش هم میرسیم. تماما تو این فواصل و این تو این ترکیب نهفتن. دومین پرده ما ره هست. ببینیم روی این چی تشکیل میشه. درجه سوم می کرونه، خب سگاه تشکیل میشه. سگاه درجه سوم منتها توی بستر راست همایون، نه این بستر راست نوا. دقت کنیم. یعنی دارم از دانگ همایون استفاده میکنم. سر جاش که بستر صوتی دوم باشه راجبه صحبت میکنم. فاصله چهارم یا چهارگاه میبینیم، اون چهارگاهی که الان انتظارش داریم نوبتش هنوز نمیرسه، بنابراین اینجا توی نامگذاری یک اتفاقی افتاده که بعداً بهش میرسم. ببینیم حالا این درجه چهارم ما چی خواهد بود. درجه پنجم که در اصل صدای آغازین دانگ دوم محسوب میشه که گفتم اسمشو نوا گذاشتم، خب طبعا نوا داریم. حالا از اونجایی که فلات ایران پهناوره و سابقه هم بیشتر پهناورتر بوده، درست مثل زبان فارسی که توی گوشه کنار ایران داره گویش و لهجه مختلف هست، در موسیقی هم همینطوره. ما گاهی اوقات میبینیم گویش های انگار از یک مقام اصلی در نوای کشور وجود داره با اسامی دیگه. مثلا فرض کنیم من الان نوا را اجرا میکنم و ببینید چه مقام های شبیه به این وجود داره. افشاری رژو میکنم. ببینید همین پرداز فقط یه فاصله متغیر، پس شاهدش که لا باشه متغیر، گاهی اوقات کرون میشه انگار تو نوا هم الان، ولی اینجا یه دفعه لن لهجه عوض میشه. شاهدش سول، بعد نوت ایست هم داره. یک دگره دیگه هم از این نوا وجود داره و اون ابو عطاس. ابو عطا یک نام هست، احتمالاً نام یه نوازنده‌ای که میشه تصور کرد نوا رو به این صورت اجرا می‌کرد، اما اینا به